سلام مامی. سلام سلام. سلام. در خدمت اصل جون هستیم که توی آلانیا هم درس خوندن همین که کار میکنن الان. بریم از تجربیاتشون استفاده بکنیم. یه فکر میکنم کیس خیلی مناسب هستن برای اونایی که میخواستن بدونن که وقتی دانشجو هستن میتونن کار کنن و خرج زندگی در میاد یا نه. یه گفتیم یه کسی این کار انجام داده رو باشون مصاحبه بکنیم. بریم شروع کنیم. عزیزم من نزدیک 6 سال پیش اومدیم ترکیه و خب همه چی از صفر شروع کردیم. تصمیم گرفتم که هم خب نیاز به کار داشتیم و هم تحصیل. واسه تحصیل من دوست داشتم که دانشگاه دولتی ترکیه بخونم. دانشگاه در واقع چی میگن آزاد خصوصی خب زیاد هست. ولی دوست داشتم که یه رشته ترکی یعنی به زبان ترکی بخونم توی خود ترکیه. به خاطر همین بعد آزمون یوسو باید میدادم. حالا یوسو نمیدونم میدونن دوستان نمیدونن. اوکی. من آزمون یوسو دادم و قبول شدم رشته ای که میخواستم و شروع به فکر میکنم 4 سال پیش بود که در واقع دانشگاه شروع کردیم. در واقع 2 ساله بود ولی چون به پاندمی خورد 1 سالش متاسفانه از دست رفت. بعد نمیدونیم چجور میشد و چجور نمیشد اینا که دیگه سال بعدش انجام دادیم و تموم شد و همزمان که خب در واقع با تحصیل رو میکردیم کارم در کنارش داشتم. چون من 2 مدل چیز داریم، تحصیل داریم، یه دونه روزانه است یه دونه شبانه. خب خیلی هستن که انتخاب میکنم مثلا ساعت 5 یا 4-5 به بعد شبا کلاس برگزار میشه، ولی من چون معمولا ساعت عصر به بعد کار میکردم برای من عادیش ایدئال بود. عادیو شروع کردیم و خب یه خورده اوایلش خب سخت بود. خب در واقع ترکی که ما در روزمره صحبت میکنیم با رسمش یه مقدار فرق داره. دیگه اونو شروع کردیم و یواش یواش یه ترم که گذشت دومی ترم روی روال افتادیم و دیگه تنها اومدین یا با خانواده؟ نه با خانواده اومدیم دیگه. حالا من اینجا موندگارم، اونها حالا از شنگای میرن میان چون نزدیکم هست. یعنی دیگه عملا اقامت شما الان خودتون تنها دارین دیگه؟ یعنی ما خب به خاطر اینکه خونه داریم اینجا همه اقامت دارن. یعنی خب مشکلی سر اقامت نداریم. بعد زبون ترکی رو از ایران بلد بودی یا اینکه؟ نه من صفر بودم. حالا درست مادرم ترک شاخ‌سوان هستم ولی من صفر بودم. از تهران اومدیم اینجا و خب فقط انگلیسی بلد بودیم و دیدم که فقط انگلیسی اصلا کاربردی نداره مخصوصا توی آلانیا. خب باشه خوب هست ولی ترکی خیلی نیازه. به خاطر همین قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم من کلاسای تومر رو رفتم که در واقع تومر رو رفتم و باید تا یه سطحی بخونی که اون مدرک رو بگیری واسه دانشگاه‌های دولتی. اون مدرک رو که بگیری میتونید واسه یوس امتحان بدید و خب مدرک رو داری، یوس هم قبول شدی و دانشگاه به راحتی میتونید بدید. وقت کار پیدا کردن آسون بودش چون که مثلا مشکلی نبودش از لحاظ قانونی که شما دانشجو هستی کار سر کار بری اینا هیچ مشکلی نبود؟ واسه دانشجو خب حالا چه ترک باشه چه خارجی باشه دانشجو یه ساعت محدودی میتونن کار بکنن، ولی خب حالا دانشجو هم نباشه کار پیدا کردن یک مقدار مشکل هست مخصوصا توی شهرهای کوچیک. حالا شهرهای بزرگتر مثل استانبول، حالا ازمیر، آنتالیا اونا زیاد خیلی مشکلی نداره. یعنی کسی که بخواد کار بکنه ارادش رو داشته باشه همیشه پیدا میکنه. ولی اینکه در واقع یک کاری پیدا بکنی که راضی باشی از کارت و موندگار باشی مهمه. حالا شکر خدا رئیس من توی همه مسائل پا به پام بود، یعنی مشکلی اصلا مثلا پیش نیومد، همیشه همراه هم بود و حتی سر من در تایمی که این چند سال کار کردم من گواهینامه ترکی رو گرفتم. حالا گواهینامه ترکی همون سر اون موقع که من گرفتم باید واسه امتحانش رفتم آنتالیا، امتحان در واقع نوشتاریش آیین‌نامه آیین‌نامه‌اش رو رفتم آنتالیا، ولی واسه عادیش باید رفتم کناکلی. هنوز کناکلی هست ولی دیگه الان توی آلانیا هم انجام میدم.
واسه اون موقع مثلا سر ساعت و اینا خب هیچ وقت مشکلی واسه من پیش نیومد. به خاطر همین مثلا گفتش که نه تو اینا رو همه رو انجام بده، مشکلی نیست اونجا مثلا از این ساعت کار بکنی فلان. خب رئیس خیلی خوب. چجوری پیداش کردین؟ یعنی نحوه پیدا کردن کار دقیقاً چجوری بود؟ جالبه به خاطر اینکه اون موقع سال اولی که ما اومده بودیم، حالا اینجا نبودیم، ما یه جای کوچیک‌تر بودیم اون طرف. ما حالت مثلا با دوستا و خانواده زیاد میومدیم کافه. این کافه رستوران زیاد میومدیم و بعد گفتن که آره نیاز به المان دارن. خب من توی ایران یه سری یه کار دیگه میکردم و یه خب یه کلاس کاری دیگه و فلان، ولی خب اومدیم اینجا گفتم خب شروع بکنیم در هر صورت یه جای جدید که وارد میشه بعد از صفر شروع بکنی و اگر در واقع جایی باشه که صاحب کارت محلی اونجا باشه و خودش ترک باشه خیلی مهمه، چون اول از همه زبانتون خیلی پیشرفت میکنه، زبان محلی یعنی هم محلی و هم زبان ترکیه در واقع رایج رو یاد میگیری که اون خیلی تفاوت داره به چیزی که توی دانشگاه میخونی. بله بله. و اینکه اطرافیانتون خیلی عوض میشن، یعنی با خیلی آدمای جدید و در واقع متفاوتی آشنا میشید که خب بعداً هم به کارتون میاد. مسلمه. درآمدتون رو میتونین بپرسین؟ درآمد من عدد دقیق بهتون نگم، ولی خب به خاطر اینکه الان 4-5 سال گذشته که داخل هستم اینجا دارم کار میکنم، به همه در واقع کارکنان حقوق خب پایه رو میده، ولی خب به خاطر اینکه حالا من چند سال پس بیشتر هستم اینجا و خب هم پریم و اینا هم دارم این مقدار واسه نفهم. بعد هزینه ها جوری هستش که با درآمد مطابقت داشته باشه، یعنی بتونی از طریق این درآمده یه زندگی درست و حسابی و خوب نرمالی داشته باشی؟ چرا میشه، ولی خب یه مقدار سخت به خاطر اینکه وقتی که اینجا صاحب خونه نباشی، چون اینجا تورم میبینید که زیاده، اینجا هم خیلی تورم هست مثل ایران، حالا نه به اندازه ایران ولی خب تورم زیاده. وقتی که صاحب خونه باشه حداقل خیالتون راحته که اون کرایه های وحشتناک رو یعنی توی خرجتون ندارید، از اون نظر خیالتون راحته. ولی مثلا منی که حالا بستگی به انتظارتون از زندگیتون داره، حالا من راحت میتونم در واقع خرج و مخارجم رو در واقع چیز بکنم، مدیریت بکنم، ولی در کنار این کار من خب آنشاف هم دارم، در واقع اونم خب یه مقدار کمکی هستش که میتونه راحت تر انجام بدم. در کل از زندگی کردن و کار کردن توی اینجا راضی‌تر هستید یا ایران؟ مسلماً اینجا. چرا؟ دلیل واضح بخواییم بگیم؟ خب دلیل واضح اینجا خب آزادی که ما اینجا داریم و خب متاسفانه نداریم، سعی میکنیم که خب دوست داشتیم که اونجا هم داشته باشیم، ولی خب خیلی جاها نمیتونیم اون آزادی رو داشته باشی. و اینکه یه پوانی که خارجی ها توی شهرهای کوچیک مخصوصا دارن، خب شهرهای بزرگ هم هست دارن، ولی شهرهای کوچیک به نظر من خیلی پوان بهتری دارن، مخصوصا کسایی که چند تا زبون بلدن. در کل پیشنهاد میکنیم که مثلا یه دختر تنها یا یه پسر تنها بیاد اینجا هم برای درس خوندن هم برای کار کردن، هر کدومش جدا بودن. تجربه که من دارم توی شهر آلانیا، به نظر من آلانیا قضیهش با بقیه شهرهای مقدار فرق داره، به خاطر اینکه امنیتی که اینجا داره رو من توی بقیه شهرهای ترکیه ندیدم. چی دقیقا منظورتون از امنیت؟ مثلا دارم بهتون میگم، خب من الان سالهاست که در واقع تایم شب کار میکنم اینجا و خب من میبندم میرم، یعنی خب چه ساعتی بودن؟ توی سزون یعنی توی تابستون هلوش ساعت مثلا 2 بوده 2:30 بوده. شما بستین رفتیم؟ آره دیگه. بعد مثلا توی زمستون که خب در واقع خورده توریست کمتره ساعت 12 مثلا بهتون بگم 11-12 بستیم برفتیم، ولی هیچ گونه مشکل نداره به خاطر اینکه مداوم ژاندارما و پلیس همینجور گشت میزنن و خب خیلی جاها خب دوربین هستش، مشکلی پیش نمیاد. ولی در حالت کلی اگر کسی باشه که حتی بخواد پیاده اون ساعت تا جایی بره، هم باز مشکلی اونجوری من تا حالا نشنیدم یا ندیدم، واسه خودم پیش نیومده. ولی همین اتفاق رو مثلا توی شهره نمیدونم استانبول یا خود همون تهران، این خیلی سخته واسه مخصوصا خانوما، حالا آقای قضیهش خورده فرق داره، ولی این چیزیه که
واسه من خیلی بولد بود از قدیم، امنیت اینجاست که خیلی هم حتی مثلا ماشیناشون رو قفل نمی کنن، یادشون هم بره مشکلی پیش نمیاد. آره دقیقاً دیدیم که مثلا کلسیشو میذارن رو ماشین. آره حتی ماشین کروکی آره. که بازه آره ولی آره. نه اصلا مشکلی پیش نمیاد، یعنی یه چیز خیلی عجیبیه که مثلا توی ایران یا تهران مثلا همیشه عادت داشتیم بهترین دزگیرا باشه فلان باشه بیسار باشه. آره اصلا اینجا هیچی نیست. اصلا من تا حالا دزگیر یکی دو بار شاید دیده باشم، اونم ماشینایی که حالا زمینه از جاهای دیگه اومده باشنه. بعد دانشگاه های اینجا مورد تایید مثلا کشورهای دیگه هستش؟ یه سری از دانشگاه های ترکیه خب خیلی در واقع ردشون خیلی بالاست. توی آلانیا نه، توی آلانیا نه، حالا خصوصی ها رو خیلی در جایی نیستم. مثلا همون دانشگاه آلکوی که من دارم میرم، یعنی در واقع میرفتم، دانشگاهی بودش که تازه است، یعنی فکر کنم 6 ساله در واقع تأسیس شده. همزمان با شما؟ آره، در من تا خودم رو جمع جور کردم، سال بعدش رفتم، آره دقیقا. ولی دانشگاه های خوب خیلی داره، دانشگاه بکنم بالکنت یا همچین چیزیه، یه چند تا دانشگاه خیلی خوب داره که بیشترش توی چیزه، آنکارا و استانبوله، یعنی کسی که در واقع از طریق تحصیلی و خیلی راه مطمئن میخواد بره، من اونجا رو بهشون پیشنهاد بدم. بعد الان شما اقامت کاری دارین یا اینکه همون روی خونه؟ بله نه، من الان سال هست که دیگه از روی خونه چیز نکردم، یعنی اقامتم رو چیز نکردم، یعنی چی میگن؟ تمدید نکردم دقیقا، تمدید نکردم. ولی قبل از پاندمی، یعنی از اون موقع من اجازه کارم رو داشتم، حالا پاندمی خورده مشکل پیش آورده بودن، اجازه کار نمیدادن واسه مثلا همه چیزا. حالا الانم که متاسفانه خیلی واسه در واقع اقامت گرفتن اذیت میکنن، ولی خب به همیشه توی این تایم دانشجویی که داشتم به کنار، من اجازه کار رو گرفتم قبل از پاندمی تا الان. و بعدش چند سال حالا با یه سری شروط میتونید شهروندی رو بگیرید؟ بله. شما شرط زندگی تو آلانیا رو کلن چجوری میبینی؟ یعنی به کسی توصیه میکنین که مهاجرت کنه بیاد اینجا زندگی کنه؟ من آلانیا رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. اینو بهتون بگم که اوایلش اصلا اینجوری نبود که از روی میل و علاقه هم اومده باشم اینجا. از یه شهر خیلی شلوغ از تهران ما اومدیم اینجا. تهران مثل استانبول، اون ترافیک، اون شلوغ، اون هیجان، هیاهو. و از اونجا که میای این طرف، مثلا ما تایمی که اومدیم میخورد به زمستونش، توی سزون هم حتی نه، اون مسافرت خب زیاد میومدیم اینجا، ولی اون تایمش خیلی خلوت، خب هوا عالی، مثلا از نظر هوا و مواد غذایی و اینا خب هیچ چیزی نمیتونی بهش ایرادی بگیری، ولی اون ممکنه که واسه یه سری از حالا مخصوصا جوونا مشکل پیش بیاد واسه شون. ولی در حالت کلی یه خورده که میگذره احساس میکنم که اعتیاد آوره این شهر، آرامشش دقیقاً، هم آرامشش هم امنیتش و هم این که خب حالا شاید شانس من بوده که با خیلی از آدمای خوبی در واقع رفت آمد داشتم و همیشه این آدم ها دور و بر من بودن، همیشه من خاطره خوب داشتم در واقع در رابطه با آلانیا، چون مثلا میتونستم برم خب شهره دیگه بعدش یا اصلا کشور دیگه، ولی فعلا اینجا هم و اینو من خب خیلی توصیه میکنم. بلند مدت هم همینطور فهم میکنی یا فهم میکنی بعد زمان بخوره بهش معلوم شد؟ بلند مدت برای خانوادم حتما. اون دیگه بستگی داره به دیتیل حالا زندگی که دوست دارید واسه خودتون بسازید، واسه هر خانواده. اینجا یه شهر ایدئاله واسه کسایی که مخصوصا بازنشست شدن. فارسی خیلی خوب من میگم ترکی خیلی خوب میگم. واسه کسی که بازنشست شدن اینجا خیلی شهر ایدئالیه واقعا، چون من دارم میبینم میگه خب وقتی که ما به خانواده اومدیم اینجا، سر مادر پدر من قشنگ چند سال جوون شدن اینجا، خب فرهنگشون خیلی شبیه فرهنگ ماست، نزدیک از فرودگاه قاضی پاشا تا تهران 2 ساعت و 2 ساعت و نیمه، هر موقع که بخوان سری میرن چند ماه میمونن برمیگردن دوباره، هی در این حال هستن. و خب خیلی از دوستای ایرانی خوب پیدا کردن، از دوستایی که حالا از آلمان میان، از سوئد میان اینجا، خب اونم خونه دارن، چند ماه با هم دیگه میمونن. این چیز خیلی خوب بود، این در واقع اطرافیان و این دوستایی که پیدا کردن و خب هوا و مواد غذایی که طبیعیه، خب هر هفته ما از بازارهای محلی فقط چیز میخوایم خرید میکنیم،
یعنی دقیقاً از باغچه اصلا چیدن آوردن اونجا می‌فروشن دقیقاً همین شکلی و اون تاثیرش رو می‌بینیم. آره توی مثلا چند سال مثلا بین بقیه فامیل و اینا که می‌بینیم میگیم که خب من خودم شاید مثلا متوجه نشدم چون خیلی پیششونم، ولی واقعاً چند سال جوان‌تر میشن. این در واقع یه جای ایدئاله واسه پدر مادرها مخصوصاً، ولی در حالت کلی هم اگر کسی باشه که کارش از راه دور، حالا بعد از پاندمی خیلی از کارها آنلاین شدن، آره اگر اونجوری باشه دوباره باز جای خیلی ایدئالیه، چون همه چیز هست، همه چیز خیلی لوکس هست. دیشب رفتیم نایت لایف هم دیدیم، نایت لایف خوبی هم داره. دقیقاً آخر هفته ها اصلا یه چیز جداگونه است. به خاطر همین اگر کسی باشه که کارش از راه آنلاین باشه یا فریلنس باشه، خب خیلی خوبه، باز جاییه که واسه مثلا واسه زندگی. ولی واسه کسایی هم که بخوان اینجا از صفر شروع بکنن یه زندگی رو بسازن، خب خیلی وارد کار املاک و در واقع ریل استیت و اینجور چیزا شدن، اونا هم اوکیه. ولی خب خیلی هم دوست دارن که اینجا واسه شون یه پله باشه واسه رفتن به اروپا یا آمریکا یا جاهای دیگه، بازم اینم خوبه. شما خودتون هم اینجوری فکر میکنین؟ من فعلا اینجوری فکر میکنم، یعنی چون الان خب من جاپام صفت هست به اندازه کافی، یعنی به اندازه که راضی باشن جاپام صفت هست، ولی الان این آپشن یه آپشن قوی هم که دارم، از اینجا راحت میتونم مثلا هم واسه یه در واقع اروپا هم واسه کانادا یا امریکا اصلا اقدام بکنم. ان شاءالله. دیگه سوال نداری؟ نه دیگه نه. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. سلامتی شما. کلی میتونه برای بچه‌ها مفید باشه. بعد حالا بچه‌ها سوالی هم اگر داشتین کامنت بذارین، ما ازشون می‌پرسیم. بازم جواب می‌دیم. ممنونم. مرسی.